دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و این جلسه 40 درسای کوتاه هفتگی من هست برای سایت مای کلیسا، درسایی که داریم درباره اهمیت سلامتی عاطفی در زندگی هر ایماندار مسیحی و به خصوص خادمین مسیحی صحبت میکنیم. الان یه چند هفته‌ای که وارد کتاب جدیدی تو این مبحث شدم، کتابی به نام The Emotionally Healthy Leader، رهبری که از نظر عاطفی سالمه. هفته‌های زیادی رو درباره کلیسایی که از نظر عاطفی سالمه صحبت کردیم، درباره روحانیتی که از نظر عاطفی سالمه یه مقداری صحبت کردیم و حالا درباره رهبری که از نظر عاطفی سالمه داریم صحبت‌ها رو ادامه میدیم. پیتر اسکازیرو نویسنده این کتاب هست و تو این جلسه میخوام که یه صحبت پرانتزی بکنم، صحبتی که خود نویسنده مطرح میکنه به یه حالت پرانتز، و اون اینه که عوض شدن و تغییر و تحول رو تجربه کردن زمان میبره، سالها طول میکشه تا اون اطلاعاتی که ما یه بار میشنویم یا توی یه کتاب میخونیم، توی یه موعظه میخونیم، وارد زندگی ما بشه، تو زندگی ما ارزشش نهادینه بشه و باعث عوض شدن شخصیت من، عادت من، احساسات و عکس العمل‌ها و رفتارهای من بشه. این پروسه نیستش که یه شبه ما آدمای سالمی بشیم از نظر روحانی یا عاطفی. یک شبه، یک ماهه، یک ساله تمام روابط ما عالی بشه، تمام زخمای ما شفا پیدا بکنه. نه، تغییر و تحول عزیزان زمان میبره. با خودتون صبور باشید، با دیگران صبور باشید. الان 40 هفته است که داریم درباره سلامتی عاطفی صحبت میکنیم و سالیان سال این سفر حرکت به طرف سلامتی عاطفی طول میکشه. امیدوارم که این ماهایی که با من تو این درس ها بودید، اگه این درس ها رو دنبال کرده باشید، امیدوارم که با من قدم برداشته باشید به طرف حرکت به طرف سلامتی عاطفی. خوشحال میشم اگر کامنت هایی بذارید تو فیسبوک مای کلیسا که واقعا چه تغییراتی تو زندگی خودتون دارید تجربه میکنید تو این سفر حرکت به طرف سلامتی عاطفی. ولی پیتر اسکازیرو اینجا اشاره میکنه به یه سری محققینی که تحقیقات وسیعی کردن درباره پروسه عوض شدن. ما اصلا چطوری یاد میگیریم یه موضوعی رو، یک حقیقتی رو، و چطوری عوض میشیم بر اساس اون حقیقتی که داریم یاد میگیریم. محققینی انگوش گذاشتن رو 5 مرحله، 5 پله در پروسه عوض شدن. و بعضی وقتا از یه پله به یه پله دیگه حرکت کردن عزیزان سالها طول میکشه، سالها طول میکشه. اصلا فکر نکنید با خوندن یه کتاب و گوش دادن به یه پیغام و موعظه ما عوض میشیم به طور کامل. پس این 5 مرحله رو میخوام خیلی سریع مطرح کنم. مرحله اول، توی هر نوع عوض شدنی نویسنده میگه awareness، آگاهی پیدا کردن. اصلا آگاهی پیدا کردن از یک موضوع، از طریق خوندن یک کتاب، شنیدن یک سخنرانی، گوش دادن به یه موعظه، صحبت‌های یه دوستی رو، مشاوری رو گوش دادن، ما اصلا یک آگاهی درباره موضوع پیدا می‌کنیم که قبلش اصلا ازش خبر نداشتیم، از اهمیتش، از رابطش به زندگیمون اصلا خبر نداشتیم شاید. پس آگاهی پیدا کردن به یک موضوع قدم اوله. ما همین موضوع سلامتی عاطفی رو به عنوان یک موضوعی که باید نسبت به اون آگاه باشیم در کلیساهای ایرانی، در خدمتمون، در زندگیمون، همین آگاه شدن نسبت به اهمیت سلامتی عاطفی خودش یک قدم مهم ولی قدم اولی در زندگی، در رشد. قدم دوم، پاندر، تفکر کردن، تأمل کردن. نه فقط یه چیزی رو یه بار شنیدن، گوش دادن، بلکه واقعا روش مقدار وقت بذاریم، فکر کنیم، عمیق‌تر تجزیه تحلیلش کنیم توی افکارمون. قدم سوم برای حرکت به طرف به جلو رفتن در زندگی میگه value، براش ارزش قائل بودن، که این اطلاعات با ارزشه، اینا ارزشاییه که من دارم باور بهش پیدا میکنم، میخوام نهادینه بشه در شخصیت من. پس نه فقط آگاهی پیدا کردن به یه موضوع، نه فقط روش فکر کردن، تجزیه تحلیل کردن، تحمل کردن، بلکه براش ارزش قائل بودن. ولی قدم چهارم میگه prioritize، باید برامون ارجحیت باشه این موضوع، باید براش بها بدیم، باید شروع کنیم روش عمل کردن، اون رو به عنوان یک تمرین انجام دادن، بر اساس این ارزش باید ارجحیت بدیم و چیز کنیم، از دید این ارزش نسبت به بقیه ابعاد زندگی نگاه بکنیم. پس prioritize، ارجحیت دادن برای موضوع. و بعد در آخر ownership،
که این موضوع رو خودت مال خودت میشه. این دیگه فقط یه موضوعی نیست که یه چیزی دربارش خوندی، یه حرف قشنگی، یه بار یه کار رو انجام دادی، دیگه یک حقیقتی میشه، یک ارزشی میشه، یک ارجحیتی میشه که مال خودته و بر اساس اون زندگیت رو میسازی، خدمتت رو بنا میکنی. حالا نویسنده خودش مثال میاره که من به این موضوع آگاهی پیدا کردم از طریق دردهای زندگی، شکستگیهای زندگی، که باید سرعت زندگیم رو یواش کنم. پس این آگاهی پیدا کردن و بعد شروع کردم روش موعظه کردن، کتاب خوندن. دردهای زندگی باعث شد که اهمیت این رو بیشتر و بیشتر روش فکر بکنم، روش تحقیق بکنم، روش موعظه بکنم. و بعد شروع کردم تمرین یک سری انضباطهای مسیحی، نگه داشتن سبت، خلوت کردن. ولی همین پروسه، نویسنده پیتر اسکازارو میگه، چند سال طول کشید. فقط با یه کنفرانس و یه کتاب و یه موعظه این عوض شدنا اتفاق نمیفته. و بعد شروع کردم ارجحیت دادن روی این موضوع، و حتی از زمانی که این ارجحیت دادن ها شروع شد تا زمانی که شد قسمتی از زندگیم که با سرعت کم ولی رابطه عمیق‌تر با خدا خدمت و زندگیمو جلو ببرم، میگه سالها طول کشید. پس خیلی وقتا ما توی بین یه پله تا یه پله دیگه میتونی یه گپ چند ساله باشه. اول از یه موضوعی آگاه میشیم، بعد روش فکر میکنیم، تأمل میکنیم، تجزیه تحلیل میکنیم، یه سری کتاب میخونیم، یه سری موعظه ها گوش میدیم، بعد اون ارزش رو باور میکنیم ولی عملی شاید نکنیمش، یا شاید یه تغییرات کوچیکی تو یه جاها بذاریم ولی اساس زندگیمون هنوز داره اون بر طبق ارزش‌های قدیمی جلو میره. ولی بعد به یه جایی میرسیم که نه دیگه، اون ارزش‌های جدید، اون ارجحیت‌های جدید میشه محور اصلی زندگی من، محوری که بر اساس حالا اون ارزش‌ها بقیه زندگیم رو دارم تجزیه تحلیل میکنم، بقیه زندگیم رو دارم جلو میبرم. پس دعوت من به خودم و به شما عزیزان اینه که سلامتی عاطفی رو نه فقط آگاه باشیم نسبت به اهمیتش رو زندگی، نه فقط روش فکر کنیم، درس بدیم، کتاب بخونیم، نه فقط براش ارزش قائل باشیم، نه فقط اون رو ارجحیت بدیم، بلکه به جایی برسیم که واقعا باش زندگی بکنیم. سلامتی عاطفی رو بتونن خانواده هامون، فرزندان و همسرا و دوستانمون، اعضای کلیسا بتونن در من ببینن و من از طریق زندگی سالم عاطفی به خدا عشق ببرزم و به همسایه خدمت کنم و کلیسا رو خدمت کنم به عنوان یک شخصی که سلامتی عاطفی رو دارم با جدیت، با فروتنی در حقیقت و راستی و فیض تو زندگی دنبال میکنم. مرسی که این هفته با من بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.